بررسی ها نشان می دهد حکومت آل سعود هموار از اعدام برای سرکوب استفاده کرده است. فعالان حقوق بشر می گویند مقامات آل سعود به خصوص در پنج سال گذشته از اعدام به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب و خاموش کردن صدای مخالفان و معترضان عربستانی از جمله شیعیان استفاده کردند. همکار علی اکبری گزارش می دهد. بررسی تاریخ سیاسی عربستان نشان می دهد. حاکمان سعودی از زمان روی کار آمدن تا کنون همواره از ابزار اعدام برای خاموش کردن صدای مخالفان خود به خصوص شیعیان در این کشور استفاده کردند. این جنایت در پنج سال اخیر نیز ادامه داشته و نسبت به قبل روند افزایشی به خود دیده است و شمار قابل توجهی از اعدام های اجرا شده در این مدت در میان مخالفان و فعالان صلح طلب از جمله شیعیان بوده در طول پنج سال اخیر یعنی در دوره پادشاهی سلمان ابن عبدالعزیز تعداد اعدام مخالفان و فعالان به مرز 800 نفر رسیده است به گزارش سازمان حقوق بشر اروپای عربستانی این فقط آن تعداد از اعدام هایی است که به ثبت رسیده و شمار اعدام های ثبت نشده مشخص نیست به گفته فعالان ریاض در این مدت دست کم ده حکم اعدام علیه کودکان را اجرا کرده که هیچ محاکمه عادلانه ای در حق آنها انجام نشده است. در سال 2019 میلادی جهان در نتیجه یک فاجعه انسانی در عربستان سعودی بیدار شد که طی آن مقامات آل سعود 37 نفر از شهروندان عربستانی از جمله 33 شیعه را اعدام کردند. این خبر باعث واکنش شدید جهانی شد به طوری که کمپین های بین المللی مخالفت با سرکوب در عربستان از طریق شبکه های مجازی به راه افتاد اعلام این جنایت باعث شد تا عربستان سعودی با استفاده از آیات قرآنی برای مشروعیت بخشیدن به جنایت هایش تلاش کند به طوری که آل سعود مدعی شد این فعالان اعدام شده از شیطان پیروی کردند و به اقدامات تروریستی دست دادند دیدبان حقوق بشر در واکنش به این اعدام ها اعلام کرده بود اعدام 37 عربستانی در دوم ژانویه 2016 میلادی و در رأس آنها آیت الله شیخ نمر باقل نمر پس از اعدام سال 2015 میلادی که 158 اعدام انجام شد بزرگترین اعدام دست جمعی در عربستان بوده و آن را شدیداً محکوم کرد اما با این حال اعدام و سرکوب با ابزارهای مختلف در عربستان و دیگر کشورهای خودکام ادامه دارد آتشی زیر خاکستر که هر آن ممکن است دامان حاکمان این کشورها را شعله ور کند